بیشتر صحبت میکنیم در این مورد با همکار ما فریبا آرام که از هرات با ما هستند. بانو آرام سلام و شما خوش آمدین به برنامه و میشه در مورد صنعت قالین بافی در هرات بر ما بگوین که فعلا در چه وضعیت به سر میبره؟ تشکر، سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. صنعت قالین بافی در هرات هم مثل دیگر بخش های کشور یک تاریخ خیلی کهن و دیرینه ای داره و زنان از دیر زمان مصروف قالین بافی در خانه هایشان هستند و قالین های خیلی بی‌نظیر به بازار ارائه میکنند و این اواخر برخی مؤسسات سلف های آموزشی را برای از اینکه یه خانم ها از وارد سنتی بیرون بشن و روش های نوین قالین بافی را آموزش ببینن مهیا کردن برای خانم ها و خانم های کلاغمند هستن میرن و روش های نوین و استنداردی که قابل قبول بازارهای جهانی هست برای خانم ها آموزش میدن تا اینکه همین روش نوین قالین بافی بیشتر مروج بشه بین خانم ها و قالین هایی که از افغانستان خارج از کشور میره بیشتر مورد قبول بازار جهانی قرار بگیره. علاقمندی زنان بر بافتن قالین ها در هرات چگونه هست؟ زنان بیشتر زنانی که در خانه هستن دوست دارن یک حرفه بیاموزن تا یک از اون طریق کسب درآمد کنن. قالین بافی هم یک از اون حرفه است که خانم ها میتونن در خانه خود هم به کارهای مثل برسن و همی که از طریق این حرفه بتونن در اقتصاد خانواده کمک بکنن. زنان زیادی هستن به خصوص هرات این اواخر میزبان بیجا شده های خیلی زیادی بود. بیشتر خانم هایی که از فامیل های بیجا شدگان هستن اینا دوست دارن حرفه های رو بیاموزن که یکی از جمله قالین بافی است و این حرفه رو میاموزن و بعد از آموختن قالین هایی که میبافن اینا رو به بازار میبرن و به فروش میرسانن. تقاضا برای خرید چگونه هست؟ تقاضا برای خرید این قالین های دست باف در هرات چگونه هست؟ متاسفانه بحث اصلی هم همین است که برای خرید تولیدات داخلی هنوز هم آنچنان فرهنگ سازی نشده تا مردم بیشتر تشویق بشن تا اینکه از اجناس وارداتی کمتر استفاده کنند و قالین های دستباف یا هر رسانه‌ای دستی که مربوط به خود افغان ها هست ایره بیشتر بخرن و بیشتر شکایت قالین بافان هم از همین است که قالین هایی که ما درست میکنیم وقت زیاد روی صرف میکنیم و زحمت زیادی میکشیم با آن اندازه ای که ما زحمت میکشیم سودی نمیبریم و بازار فروش آنچنان که باید گرم نیست و همچنان قالین های وارداتی قالین های ماشینی هم بیشتر سبب شده که مردم کمتر قالین های سنتی رو بخرن. میشه در مورد کیفیت این قالین ها و همچنان بهای این قالین ها در بازارها بر ما بگین که چگونه هست در هرات؟ کیفیت این قالین ها برمیگرده به نوع موادی که استفاده میکنن. بیشتر من وقتی که با مسئول صنف قالین بافان صحبت کردم او گفت که پشمی که برای قالین ها استفاده میشه پشم اصلی که باید استفاده بشه و پشم ها قاشاق میشه به کشورهای دیگه بیایی که فروخته میشه و امون رقم به صورت مواد خام فروخته میشه، در حالی که اگر او پشم ها به دست قالین بافان قرار بگیره قالین هایی که درست میشه ارزش خیلی بالاتری داره و خیلی بیشتر مورد پسند است و اینا به خاطر دسترسی کمه که به پشم ها دارن از پشم های که با مواد شیمیایی درست شده استفاده میکنن و میگن این تاثیر مستقیم روی قیمت قالین ما داره. با صورت هم قالین ها نظر به کیفیت بافت همچنان نظر به اندازه ای که داره متفاوته. مثلا خانم هایی که ما با اونا صحبت کردم اینا قالین هایی که می بافتن بین 25 تا 50 هزار نظر به کیفیت و نظر به دیزاینی که داره و نظر به اندازه ای که داره اینا قالین ها رو به بازار هرات به فروش می رسنده. و در قسمت ای هم میشه بیشتر بر ما بگوین که کارگاه های آموزشی تا چه حد کمک کننده بوده بر زنان که بتونن با شیوه های جدید و با طرح های جدید قالین بافی بکنن؟
صنف های خیلی زیادی است برای از اینکه آموزش های نوین فن و حرفه آموزش بدن برای خانم ها، ولی با خانم هایی که من صحبت کردم این دوره صنف از اینا 6 ماه است که به طول 6 ماه خانم ها روش های نوین به صورت که خود کسی که تنویر کننده صنف است روش های نوین قالین بافی رو اینا رو از بیرون آموزش میبینن و میان و سر اینا به همو روش ها رو اینا برشان آموزش میدن و بسیار موثر بوده و از قول خودشان اینه که این روش ها بیشتر مورد پسند جامعه است، بیشتر مورد پسند خریداران هست و تاثیر خیلی مستقیم گذاشته روی پیشرفت قالین بافان. حتی قالین بافایی که به صورت سنتی از قدیم آموخته بودن به صنف ها اشتراک میکنن و به مدت 6 ماه روش های جدیدتر یاد میگیرن، به اون روش ها رو باز شاگرد میگیرن، روی شاگرد های خود اونها تمرین میدن و همین رقم شیوه سنتی قالین بافی تغییر میکنه و روش های مدرنی که بیشتر مورد قبول خریداران است و جامعه و به صورت استاندارد میشه گفت که در بازارهای جهانی حتی پذیرفته میشه این را آموزش میبینن و راضی بودن از قالین هایی که فروخته بودن و میگفتن که خیلی با خود خوب. آیا کارهای برای بازاریابی برای قالین ها صورت گرفته؟ کارهای صورت گرفته با نهادهای مختلف اینا بعد از اینکه 6 ماهشان تمام میشه با نهادهای مختلف اینا وصل میشن از طریق یک بنیاد کاریابی که هست، اینا با برخی بازارهای قالین فروشی معرفی میشن و همچنان قالین هایی که دارن از طریق اینا به برخی از خارجی ها معرفی میشه و خود اینا با برخی از شرکت هایی که کار قالین بافی میکنن معرفی میشن تا اینکه اینا بتونن پیشرفت بکنن. به برخی از این خانم ها کارگاه هایی را خودشان باز میکنن با حمایت مالی همین مؤسسه که میتونن به کارگاه ها شاگرد بگیرن و کار خود یک کار از خود خوب ایجاد بکنن و پیشرفت بکنن. از این طریق برنامه های بعدی بعد از این 6 ماه همینه که اینا به بازارهای کار، بازارهای گوناگون کار نظر به ضرورت و همچنان علاقه‌مندی خود خانم‌ها معرفی میشن. ممنون از شما فریبا آرام.